حقوق بشر به بیان ساده حقوقیه که هر کدوم از ما به صرف انسان بودن و فارغ از اینکه چه جنسیت، گرایش جنسی، ملیت، نژاد، اتنیک، مذهب و عقیده‌ای داریم، باید از اون برخوردار باشیم. هرچند که در تمامی دوران‌ها توی جوامع مختلف به نحوی به چنین حقوقی اشاره شده، اما بعد جنگ جهانی دوم و فجایع انسانی که طی مدت کوتاهی جهان رو دگرگون کرد، مردم به فکر تعیین قوانینی افتادند که ضامن صلح در جهان، آزادی، عدالت و برابری برای تمام انسان‌ها باشه. سازمان ملل از اینجا متولد شد و 30 حقوق بنیادین بشر رو با عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین کرد و البته با گذشت زمان اعلامیه‌های بیشتری هم تدوین شدند. این اعلامیه که به دو بخش میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم شده، تمامی انسان‌ها رو آزاد و برابر با هم می‌خونه و تأکید می‌کنه که این حقوق جهان شمول، غیر قابل سلب، تفکیک ناپذیر و تبعیض ناپذیرن. توی این اعلامیه به موارد زیادی اشاره شده که از جمله اونها میشه به حق زندگی، منع شکنجه، منع بردهداری، حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه، آزادی بیان، آزادی اندیشه، عقیده و دین و گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی اشاره کرد. بسیاری از کشورها این حقوق رو در قوانین اساسی خودشون گنجوندن، اما متاسفانه به دلیل اینکه سازوکار قوی برای ملزم کردن دولت‌ها به رعایت این قوانین و مجازاتشون وجود نداره، بعضی از دولت‌ها این حقوق رو نادیده می‌گیرن.